بخش پنجم قرب چگونه قرب شد دلایل تاریخی موفقیت قربی ها در دریا موقعیت جغرافیایی اروپا به گونه ای است که می توان آن را به یک شپ جزیره توصیف کرد زیرا از سه طرف در محاصره آبهای آزاد قرار گرفته از شمال غرب و جنوب به علاوه از مرکز و قطعه اصلی اروپا رودخانه های عریض و طویل بزرگ قابل کشتیرانی عبور می کنن که اسباب ارتباط و حمل و نقل بین مناطق مختلف اروپا و دریاها را فراهم می سازن. این مجاورت باعث شد تا اروپاییان از همان ابتدا به دریا نوردی تمایل پیدا کنند در طول قرون وسطا نه تنها بنادری همچون ونیز، جنوا، سیسیل، پیتزا، مارسه، لیسبون و غیره مراکز عمده اقتصادی و تجاری بودند که اساساً مناطقی که در نهایت بدل به قدرتهای استعماری شدند آنهایی بودند که بدون استثنا نزدیکترین مجاورت را با دریا داشتند همچون ایتالیا انگلستان فرانسه هلند بلژیک پرتغال و اسپانیا البته در جهان مناطق دیگری نیز هست که در همسایگی دریا قرار دارند بدون آنکه تحولی مشابه با اروپاییان را تجربه کنند بنابراین بجز دریا اسباب علل دیگری نیز در کار بوده است یکی از مهمترین این عوامل تنوع اقوام ملل و فرهنگ های مختلف در قاره اروپا است. شاید در کمتر نقطه از جهان در وسعتی به کوچکی اروپا بتوان منطقه را یافت که در آن این همه ملت های متعدد با زبان های مختلف در جوار هم زندگی می کنن. حضور جماعت های مختلف پهلو به پهلوی یکدیگر البته دارای این نتیجه منفی هم بود که آنان همواره در حال رقابت با یکدیگر به سر می بردن و علل اغلب نیز میان آنان جنگ و ستیز و پیکارهای خونین در می گرفت. اما در مقابل باعث آن نیز می که آنان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تأثیر زیادی بر روی یکدیگر بگذارند مسافت میان جوامع و مراکز عمده اروپا آنقدر کم است که می توان با پای پیاده از یک نقطه به نقطه دیگر رفت در حالی که به عنوان مثال در ایران فاصله میان دو مرکز عمده بعضا به صدها کیلومتر میرسد فاصله های دوری که به علت شرایط نامناسب طبیعی یعنی وجود کویر یابان یا کوهستان پیمودنشان بسیار دشوار و اکثرا طول مسیرشان یا خالی از سکنه است و یا بجز تعدادی آبادی کوچک پراکنده و به دور از یکدیگر وجود ندارند در حالی که در اروپا نه تنها تولیدات از یک نقطه به نقطه دیگر به سهولت انتقال می‌یافت بلکه مهمتر از آن اخبار اطلاعات دانش و آگاهی نیز به همان سهولت و به گونه سیال میان جوامع مختلف اروپایی راه میافت. بدین ترتیب هر نوع پیشرفت و تحول در یک نقطه از اروپا به سرعت به نقاط دیگر آن هم میرسید. دست کم تا عواست هزاره دوم بعد از میلاد این شرق بود که یک سر از غرب بلندتر می و به همین خاطر در اروپا همواره برای کالاهای شرقی بازار وجود داشت چرخه‌ای که بعد از انقلاب صنعتی درست برعکس شد تجارت این کالاها و حمل و نقل آن از سوی شامات یعنی شرق مدیترانه به مراکز تجاری اروپا در ونیز و جنوا عامل مضاعفی برای گسترش دریانوردی و استفاده اروپاییان از دریا شد این کالاها سپس از جنوا و ونیز به مناطق دیگر به مناطق مرکزی شمال و غرب اروپا انتقال می‌یافتند اما غربی ها بهای به کالاهای وارداتی خود از شرق را چگونه می‌پرداختند آنان کالای ساخته شده چندانی نداشتند و تولید مازاد بر مصرف یا صادراتشان نیز عمدتا خلاصه میشد در چوب، پشم و پوست. هیچ یک از این مواد بازار چندانی در شرق نداشت. در بسیاری از مناطق شرق آب و هوای گرم باعث میشد تا مردم البته به استثنای مناطق کوهستانی احتیاج چندانی به الوسه پشمی و پوست نداشته باشند چوب هم که در ساختمان سازی بسیار به کار میرود در شرق خیلی مورد نیاز نبود بنابراین و به تعبیر امروزی اروپایی ها در تجارت با شرق همواره دچار کسری موازنه تجاری بودند و مجبور بودند این کسری را با طلا و نقره تصفیه کنند بنابراین غربی ها از دیرباز برای پرداخت بهای وارداتشان از شرق نیاز به فلزات گرانبها یا هر ثروت دیگری از این نوع داشتند این کمبود یا نیاز اگر نگفته باشیم فقر بود که غربی ها را به دریا و دریانوردی و سفر به سرزمین های ناشناخته سوق داد. جدای از اقتصاد عامل دیگری که برخی از اروپاییان را راهی سرزمین های دور می کرد، مسیحیت یا درستتر گفته باشیم تبلیغ مسیحیت بود. مسیحیت و اسلام سبک و سیاق کاملا متفاوتی در گسترش خود داشتند. باب صلیب کشیدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام و حواریون ایشان توسط رومیان مسیحیت در میان پیروان اندکی که در زمان حضرت عیسی در فلسطین پیدا کرده بود به صورت جریانی مخفی در آمد و سپس توسط این پیروان کم کم و با وجود فشار تزیقات و مجازات های بعضن سنگین امپراتوری روم به تدریج و آهستگی گسترش یافت. از آنجا که در خود منطقه فلسطین امروزی رومیان حساسیت بیشتری نسبت به دین جدید نشان میدادند و مراقبت میکردند تا آیین جدید پیروانی نیابد مؤمنین مسیحی کوشیدند برای دعوت دیگران به مناطق دوردستتر بروند هرچند سرانجام پس از گذشت نزدیک به سه قرن نقطه عطفی تاریخی در مسیحیت به وقوع پیوست امپراتور روم و برخی از نزدیکانش مسیحی شدند با گرویدن امپراتور به مسیحیت طبیعی بود که فشار از دوش مسیحیان برداشته شود در حالی که در اسلام پس از فتح مکه حکومت تشکیل شد و اسلام با فتح قلمروهای دیگر از همان ابتدا برای خود گشود با آغاز رونسانس در اروپا و ترویج جدایی دین از سیاست بر اساس اصول سکولاریزم مسئولیت تبلیغ مسیحیت مجددا بر دوش کلیسا و داوطلبان مؤمن افتاد بنابراین اقتصاد به کنار یک دلیل دیگر برای دل به دریا زدن و رفتن به سرزمین های دیگر برای تبلیغ مسیحیت و انجام تکالیف و رسالت دینی بود به هر حال بر اثر مجموعه از عوامل محیطی، اقلیمی و تاریخی اروپاییان از آغاز پیدایش تمدنشان مردمانی دریانورد شدند. در ابتدا دریانوردی اروپاییان بیشتر به منظور برآوردن نیازهای فوری و عاجلشان و تجارت با شرق بود. اما به تدریج و به ویژه از قرون وسطا به این سو دریا بدل به بزرگترین و در عین حال حیاتی ترین عامل ارتباط اروپا با جهان از یک سو و از سوی دیگر مهمترین عامل گسترش و پیشرفت غربی ها شد. پرسش اساسی آن است که این عنصر چه نقشی در مناسبات آنان با شرق از یک سو و پیدایش رونسانس از سوی دیگر داشت. جنگ های سلیبی نخستین دور رویارویی میان اسلام و اروپا هزار و میلادی الا هزار میلادی در ابتدای این فصل اشاره کردیم که امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. بخش شرقی یا بیزانس از ماورای قفقاز، گرجستان و ارمنستان امروزی آغاز و با گسترش به سمت جنوب و غرب به سمت آناتولی، ترکیه امروزی شمال عراق امروزی تمامی خاورمیانه یونان و در نهایت به بالکان و شرق اروپا می رسید. مرکز این امپراتوری در قسطنطنیه استانبول امروزی می بود. زمانی که اسلام در قرن هفتم میلادی ظهور یافت و شروع به گسترش به خارج از شبه جزیره عربستان کرد، از جنوب و غرب محصور به دریا بود و فقط از شمال و شرق عربستان می توانست گسترش یابد در شرق امپراتوری ایران قرار داشت و در شمال امپراتوری بیزانس بنابراین اسلام از همان ابتدای ظهورش عملا در برابر روم شرقی قرار گرفت نخستین پیروزی های عمده مسلمانان بر امپراتوری بیزانس در زمان خلیفه مسلمانان ابوبکر صدیق تحقق یافت که در طی آن بخشای از شام شامل سوریه امروزی و جنوب ترکیه به تصرف مسلمانان درآمد. خلیفه دوم مسلمانان عمر رضی الله عنه کار پیروزی و فتوحات اسلام را با تلاش و پیشرفت های چشمگیرتری ادامه داد و سرانجام مسلمانان در سال 683 میلادی برابر با 16 هجری بیت المقدس را تصرف کردند. بیت المقدس و فلسطین برای مسیحیان و یهودیان که ساکنین اصلی آن بودند سرزمین مقدس ده هولی لند محسوب میشد و به طب حاکمیت مسلمانان که از نظر مسیحی ها کافر محسوب میشدند به هیچ وجه پذیرفتنی نبود اما و از سوی دیگر از آنجا که مسیحیان و یهودیها از نظر اسلام اهل کتاب محسوب میشدند مسلمانان بردباری زیادی نسبت به ساکنان سرزمین مقدس نشان دادند به علاوه بیت المقدس هم قبلگاه اول مسلمانان و هم محل معراج رسول الله صلی الله بود بنابراین مسلمانان نیز به آن احترام میگذاشتند علا رقم همه اینها حاکمیت مسلمانان بر سرزمین مقدس برای مسیحیان غیر قابل پذیرش بود. ولی آنان به لحاظ قدرت نظامی در وضعیتی نبودند که بتوانند دست به حرکتی جدی به منظور بازپسگیری سرزمین مقدس بزنند. بازپسگیری سرزمین مقدس که جای خود داشت ماشین نظامی مسلمانان در زمان بنی امیه مجددا رو به گسترش و پیشرفت گذارده بود مسلمانان تمامی شامات و بخشهایی از آناتولی را هم تصرف کرده بودند و عملا قسطنطنیه مرکز امپراتوری روم شرقی در حالت دفاعی درآمده بود به علاوه مسلمانان با گذشتن از جبل و تارق توانسته بودند وارد جنوب اروپا هم شوند و اسپانیا را تا نواحی جنوب فرانسه امروزی توانسته بودند تصرف کنند در حقیقت مسئله فوری و فوتی تر از بازپسگیری و یا به قول خود مسیحا نجات سرزمین مقدس جلوگیری از پیشروی بیشتر مسلمانان بود شارلمان امپراتور نیرومند و مقتدر مسیحی در سال 797 میلادی مطابق با 175 هجری هیئتی از بزرگان امپراتوری و رهبران مسیحی را با احترام به بغداد فرستاد و با خضوع و خشوع از خلیفه مسلمانان تقاضا کرد توجه بیشتری نسبت به امنیت زائران مسیحی سرزمین مقدس داشته باشند اما سیر تحولات همچنان به سود امپراتوری جدید برخواسته در خاورمیانه یعنی امپراتوری اسلام بود پیشروی مسلمانان در شرق ماورا و, نه و در آسیای مرکزی باعث شده بود تا از نظر نظامی قدرت آنان پیشرفت شگفتانگیزی داشته باشد و قبایل ترک و ترکمن آسیای مرکزی که بسیاری از آنان به اسلام گرویده بودند توانمندی نظامی مسلمانان را به نحو چشمگیری ارتقا میبخشیدند باقیمانده سرزمینهای امپراتوری بیزانس در شرق و تمامی آناتولی توسط سرداران و فرمانروایان ترک نژاد به تصرف مسلمانان درآمد در, در نبرد تاریخی و معروف ملازگرد نزدیک دریاچه وان ترکیه امروزی در سال 1071 میلادی 464 هجری آرپرسلان پادشاه ترک نژاد سلجوقی بزرگترین شکست را بر امپراتوری مسیحی بیزانس وارد کرد. حالا دیگر تمامی آناتولی به تصرف مسلمانان درآمده و مرز میان امپراتوری اسلام و بیزانس به تنگه بوسفور رسیده بود. تنگه‌ای که آسیا را از اروپا جدا می‌سازد. در پایان قرن یازدهم میلادی مسلمانان تمامی سرزمین های شرقی امپراتوری بیزانس را توانسته بودند تصرف کنند. جنگ ملازگرد نقطه عطف تاریخی میان اسلام و جهان مسیحیت است. اگرچه انس و الفت چندانی میان کلیساهای ارتدوکس در شرق و کاتولیک در غرب وجود نداشت و در حقیقت هر از میان آنان درگیری های هم اتفاق می افتاد ولی به هر حال اختلافات مذهبی یک مسئله بود و اینکه تمامی آناتولی به همراه سرزمین مقدس به اشغال مسلمانان در آمده باشد مسئله دیگر بود آنچه بر این احساس ناگوار دامن میزد اخباری بود که از تزیقات و فشارهای مسلمانان بر مسیحیان حکایت میکرد بسیاری از این اخبار توسط زائران مسیحی سرزمین مقدس به جهان مسیحیت انتقال می این اینکه این اخبار چقدر درست بودن قابل بحث است ولی اکنون ما میدانیم که اساساً به قدرت رسیدن قبایل آسیای مرکزی تنها افزایش چشمگیر توان نظامی مسلمانان را به ارمقان نیاورده بود بلکه تحول دیگری که در نتیجه ظهور آنان در جهان اسلام به وجود آمد گسترش امواج نیرومند تعصبات مذهبی بود سرداران و فرمانروایان ترک نژاد آسیای مرکزی بدون تردید بر میزان سختگیری های مذهبی افزوده بودند همانطور که در بخش خاموشی چراغ علم در ما اونو ما شدیم دیدیم ولی به مانند چهار قرن پیش از آن که سرزمین مقدس به دست قبایل مسمم عرب سقوط کرد و مسیحیان نتوانستند چاره بیاندیشند در قرن یازدهم نیز قبایل ترک نژاد آسیای مرکزی اسلام آورده در برابر دیدگان آنها آناتوری را به طور کامل گرفتند تا جایی که فقط یک آبراهه باریک مانع از رسیدنشان به قسطنطنیه قلب روم شرقی بود اما برخلاف قرن هفتم این بار ستاره بخت و اقبال نظامی مسلمانان دیگر رو به سعود نبود نبرد ملازگرد از یک جهت دیگر هم نقطه عطفی تاریخی به حساب می آمد. آن نبرد در حقیقت اوج توان نظامی مسلمین بود. درست دو دهه بعد از ملازگرد ملکشاه ملک, ملک سلجوقی مغز متفکر نظامی ارتش اسلام و یکی از معماران پیروزی تاریخی در 1092 می میرد. همچنین قتل خاج نظام الملک مغز متفکر سیاسی و وزیر لایق دستگاه سلجوقی به دست فرقه اسماعیلیه در همان برهه ضربه هولناک دیگری بر دستگاه حاکمیت مسلمانان وارد آورد. کشمکش های پایان ناپذیر میان مدعیان جانشینی سلاجقه در ایران و بخش شرقی امپراتوری سلجوقیان از یک سو و میان بغداد مرکز رسمی امپراتوری و حکام شیعی فاطمی در مصر و بخش غربی خاورمیانه از سوی دیگر برای نخستین بار شکافهایی را برای ورود نیروهای خارجی به درون قلمرو مسلمانان پدید آورد پس از نزدیک به 500 سال از حضور اسلام حکام و فرمانروایان مسیحی حالا احساس می کردن که زمان برای باز پسگیری سرزمین مقدس فرا رسیده است به تب حکام جاختلب از یک سو و آنان که ارق و تعصبات مذهبی بیشتری داشتند از سوی دیگر اصرار بیشتری برای بازپسگیری سرزمین مقدس داشتند نخستین دسته های پیکارجویان مسیحی عمدتا متشکل از اهالی غرب اروپا در سال 1095 مطابق با 488 هجری به سمت سرزمین مقدس به راه افتادند این پیکارجویان یا جهادگران مسیحی که در تاریخ به نام صلیبیون یا کروسیدرز معروف شده اند در 1099 توانستند بیت المقدس را تصرف کنند اما آن خاورمیانه یا سرزمین مقدسی که صلیبیون در آغاز قرن دوازدهم میلادی بدان دست یافتند با سرزمینی که در حدود پنج قرن قبل در زمان خلافت عمر رضی الله آن را از دست داده بودند تفاوت‌های بنیادی پیدا کرده بود طی آن پنج قرن عمده از ساکنین سرزمین مقدس اسلام آورده و زبان آنان عربی شده بود به علاوه سرزمین مقدس در نقش یک مرکز تجاری و پل ارتباطی میان شرق و غرب عمل می کرد. برخلاف انتظار مسیحیان مسلمانان که جای خود داشتند بسیاری از همکیشان خودشان هم استقبال گرم و صمیمانه از آنها نکردند صلیبیون بیشتر خود را در یک سرزمین فرد شده دشمن احساس می کردن تا سرزمینی که آن را آزاد کرده باشند مسلمانان مناطقی که آنان به تصرف در آورده بودند همچون جزائری صلیبیون را در خود احاطه کرده بودند بنابراین با ساختن قلعه ها و دژهای مستحکم که آثار برخی از آنها حتی امروزه هم در سوریه، لبنان و فلسطین به چشم می خورد کوشیدند جلوی حملات تلافی جویانه مسلمانان را بگیرند البته گاهی نیز مسلمانان با عقد پیمان با برخی از فرماندهان صلیبیون خود را از ظلم و تهدید فرمانروایان دیگر و همچنین حکام بعضا ستمگر همکیش خود در امان نگه می‌داشتند بنابراین در قرن دوازدهم روابط مین شرق و غرب یا اسلام و مسیحیت به مجموعه از جنگها و پیمان های صلح میان مسلمانان و مسیحیان خلاصه شده بود بدون آنکه صلیبیون موفق شوند پیروزی نظامی خود را کامل کنند از نیمه دوم قرن دوازدهم ستاره بخت و اقبال مسلمانان مجددا رو به صعود گذارد در سال 1187 میلادی اتحادی از قبایل کرد و عرب به رهبری صلاح الدین ایوبی توانست مجددا بیت المقدس را تصرف کند اما مرگ صلاح در سال 1193 میلادی و بروز اختلافات میان فرماندهان نظامی باعث شد تا صلیبیون تجدید قوا کرده و در سال 1229 از نو سرزمین مقدس را به اشغال خود درآورند. دست به دست شدن سرزمین مقدس چندین بار دیگر هم تکرار شد تا سرانجام در پایان قرن سیزدهم در سال 1290 میلادی ظهور نیروی جدیدی به نام مملوک ها کار را یکسره کرد ریشه اصلی مملوک ها به همان ترکان آسیای مرکزی باز میگشت که به دلیل استعداد نظامیشان توانسته بودند به مرکز قدرت یعنی خلافت در بغداد نزدیک شوند و رسما از طرف خلیفه بر مصر حکومت می کردند. اگرچه مملوک به نام خلیفه مسلمانان در مصر و خاورمیانه فرمان روایی می کردند اما در عمل مستقل از دستگاه خلافت بودند. مملوک که بیشتر نگاه نظامی به قدرت داشتند، تا به تعبیر امروزی نگاهی توسعه گرا و مملکت داری در نخستین اقدام خود بنادر مشرف بر دریای مدیترانه را تماما خراب کردند تا دیگر برای همیشه راه ورود صلیبیون را ببندند با تخریب این بنادر صلیبیون دیگر نمی توانستند با کشتی و پیمودن دریای مدیترانه خود را از اروپا به خاورمیانه یا سرزمین مقدس برسانند آنان مجبور بودند از طریق خشکی از غرب اروپا به شرق آن بروند تا از طریق ترکیه امروزی خود را به سرزمین مقدس برسانند کمترین مشکل مسیر زمینی آن بود که نیمی از آن از میان قلمرو دشمن دیگرشان که همان کلیسای ارتدوکس بود میگذشت اقدام مملوک ها از نظر نظامی درست بود و عملا صلیبیون پس از دو قرن کشمکش های خونین دیگر به فکر آمدن به سرزمین مقدس نیفتادند بلکه پیامدهای های بلند مدت و بسیار مهم آن برای اروپاییان به همینجا جا ختم نشد از جمله مهمترین این پیامدها تلاش غربی ها برای یافتن راه های جدید به سمت شرق بود در عمل دریا اصلیترین و عملیترین راه آمد و شد به شرق شمرده می شد بدین ترتیب تمامی انگیزه های قبلی به کنار از ابتدای قرن چهاردهم و با تخریب بنادر مشرف بر دریای مدیترانه غربی ها دلیلی جدید و بسیار مهم برای رفتن به دریا پیدا کردند دستیابی و یافتن مسیر جدیدی به شرق دیگر پیامد مهم جنگ های صلیبی تأثیر آن بر شکلگیری رونسانس در قرن چهاردهم در غرب بود در خصوص پیامد پیش گفته به نظر نمی رسد بحث و جدل چندانی وجود داشته باشد در فست های بعدی تحت عنوان اصر سفرهای دریایی با تأثیرات مهم این سفرها بر پیشرفت همه جانبه اروپاییان بعد از رنسانس آشنا خواهیم شد به علاوه کشف قاره آمریکا و سرزمین های دیگر از نتایج سرنوشت ساز دیگر این مسلط شدن غربی ها به دریا بود اما در خصوص تأثیر جنگ های صلیبی و آشنایی اروپاییان با شرق و مسلمانان در به وجود آمدن رونسانس آن جزمیت پیشین کمتر دیده می شود و در عوض اما و اگرهایی پیش کشیده می شود به عبارت دیگر برخی بر آشنایی اروپاییان با تمدن اسلامی و تأثیر آن در پدید آمدن رونسانس به صورتی تأکید می‌ورزند که گویی بدون آن رونسانسی هم در غرب به وجود نمی آمد. برخی دیگر برعکس اعتقاد زیادی به تأثیرگذاری تمدن اسلامی ندارند. از نظر آنان درست در مقطعی که غرب رو به طلوع و برخواستن داشت تمدن اسلامی رو به افول گذاشته بود آنان نتیجه گیری می کنند که در مورد تأثیر گذاری تمدن اسلامی در به وجود آمدن رنسانس اقراق شده است زیرا اگر تمدن اسلامی از بالندگی و پویایی برخوردار بود دست کم می توانست جلوی خاموشی خودش را بگیرد با وجود آنکه در اینجا رسیدگی به آنکه چرا تمدن اسلامی بعد از آن بالندگی اصر طلایی تمدن اسلام رو به انحطاط گذاشت موضوع کار ما نیست و در کتاب ما چگونه ما شدیم به این موضوع مفصلا پرداخته ایم بگذارید تنها به یکی دو نکته اشاره گذرا داشته باشیم نخستان که در دو طرف این مناقشه امکان متأثر بودن از عواطف عقیدتی بسیار زیاد است علال اگر نویسنده این نسبت به اسلام بغض و کینه داشته باشد سعی خواهد کرد تأثیرات تمدنی مسلمانان را بر رونسانس انکار کند و یا آن را به حداقل تخفیف دهد و متقابلا اگر نویسندهای بر اسلام تعصب به ورزد همه رونسانس را متأثر از اسلام خواهد دانست نکته دوم که این استدلال که اگر تمدن اسلامی دارای بالندگی و عمقی بود خود دچار انحطاط نمیشد، چندان درست نیست. چه اسلام و چه هر تمدن دیگری ممکن است دچار قبض و بست و دچار انحطاط شود. در عین آنکه از بالندگی تمدنی هم برخوردار باشد. تمدن های ایران، یونان و روم هم دچار انحطاط شدند. ضمن آنکه تأثیرات تمدنی بسیاری بر جوامع دیگر گذاشتند. به بیان دیگر انحطاط تمدنی نباید به معنای آن تلقی شود که آن تمدن را آری از قوه اثرگذاری و نوزایی در قالب تمدنی دیگر بدانیم در بررسی اسباب و علل افول هر تمدنی دلایل مشخصی ذکر می شود افول و انحطاط تمدن اسلامی هم دلایل خاص خود را دارد که کتاب ما چگونه ما شدیم به آنها پرداخته است نکته مهم آن است که انحطاط آن تمدن به هیچ روی به معنای آن نیست که دیگر مطایی برای عرضه به غرب نداشت از این مناقشه که بگذریم میرسیم به اصل بحث خودمان پیامدها و تأثیرات جنگ های صلیبی و آمدن اروپاییان به شرق بر رنسانس و تحولات بعدی غرب صد البته که جنگ های صلیبی همچون هر جنگ دیگری با کشتار ویرانی آوارگی انسانها و تخریب زیربناهای اقتصادی همراه بود اما این گونه نبود که در سراسر آن دو قرن همواره آتش جنگ شعله بر باشد بعضا بین دو دور جنگ و دست به دست شدن سرزمین مقدس دهها سال فاصله میافتاد طی این آتش های طولانی زندگی عادی تجارت کسب و کار و مراوده بین مردم به تب برقرار می گشت. بنابراین جنگ های صلیبی موجب دو قرن تماس و ارتباط گسترده میان اروپاییان و مسلمانان شد. در ابتدا ببینیم تأثیر اروپاییان یا صلیبیون بر مسلمانان چگونه بود. در مجموع باید گفت که قربی ها از خود تصویری بسیار منفی بر جای گذاشتن تصویری آکنده از توحش، خونریزی و بربریت از دید مسلمانان اروپایی ها اقوام وحشی بودند که جز قتل و قارت جنگیدن کشتن و وحشیگری هنر دیگری نداشتند. به طب سرزمینی که این اقوام از آن می آمدن نیز برای مسلمانان به تعبیر امروزه سرزمینی توسعه نیافته با مردمان وحشی بود که هیچ چیزی برای آموختن و یا عرضه کردن نداشتند. رفتار اروپاییان نه تنها نسبت مسلمانان که با همکیشان مسیحیشان مقصود مسیحی های حوزه بیزانس نیز غالبا وحشیانه بود. به عنوان مثال آنان در مرحله چهارم از لشکرکشی هایشان به سرزمین مقدس بخشی از مسیر را از خشکی آمدند و چون وارد قسطنطنیه مرکز بیزانس شدند با خود موجی از ویرانی و قارت را به همراه آوردند پیکارجویان مسیحی کاتولیک یا صلیبیون بسیاری از کلیساها صومعه ها و دیرهای همکیشان همکیشانشان را به اجوار وادار به پذیرش طریقت کاتولیک میکردند جواهرات و اشیاء قیمتی کلیساها را به تاراج میبردند کتابهای بسیار بسیاری را به همراه کتاب ها از بین برده و بسیاری از آثار فرهنگی و هنری بیزانس را نابود کردند روش اروپایی ها در برخورد با یهودیان نیز بهتر از همکیشان مسیحیشان نبود رفتار آنان به ویژه به هنگام عقب نشینی دو چندان خشنتر و وحشیانه تر هم می شد و هرچه بر سر راهشان می اگر می توانستن قارت می کردن، در غیر این صورت از بین می بردن. اکنون بهتر می توان فهمید که چرا نهایتا مسلمانان در آخرین دور پیروزیشان در پایان قرن سیزدهم با تخریب تمامی بنادر مشرف بر دریای مدیترانه جلوی بازگشت مجدد اروپاییان را گرفتند تخریب بنادر برای شرق نیز طبعات اقتصادی منفی و بلند مدت به همراه داشت برای قرنها مبادله کالا میان شرق و غرب از طریق همین بنادر انجام می گرفت. با تخریب این بنادر فقط این جهادگران اروپایی نبودند که دیگر نمی با کشتیهایشان از اروپا به شرق بیایند. بلکه بلکه از این به بعد دیگر کالا هم نمیشد میان شرق و غرب جابجا جا شود. تأثیر بلند مدت دیگر جنگ های صلیبی به قدرت رسیدن نظامیگری در جهان اسلام به منظور رویارویی با این پیکارجویان اروپایی می بود. نیروی اصلی و مؤثر جنگجو در اسلام قبایل بودند. در ابتدای ظهور اسلام قبایل عرب ماشین جنگی موفقی محسوب می شدن و توانستند آن پیروزی های اولیه را در زمان خلفای راشدین ابوبکر و عمر به همراه بیاورند و بعد هم در دوران بنی امیه و خلافت عباسی و با شهر نشین شدن این قبایل در شام و بغداد آنان از لباس رزم به در آمدند و قبایل ترک نژاد آسیای مرکزی جای قبایل عرب را گرفتند آمدن صلیبیون و نیاز به رویارویی با آنان باعث اهمیت یافتن و به قدرت رسیدن فرماندهان ترک قبایل آسیای مرکزی شد اگرچه آنان از نظر نظامی بسیار نیرومند بودند اما از جهات دیگر تمدنی از جمله سیاست اقتصاد اهمیت قائل شدن برای علم و دانش و مملکتداری کارنامهشان بسیار ضعیف بود به علاوه با یکدیگر بر سر قدرت به شدت رقابت میکردند بنابراین آن یک بارچگی و وحدت دوران بنی امیه و بنی عباس به تدریج از دست رفت خلیفه اسمن در بغداد جهان اسلام را رهبری میکرد ولی قدرت واقعی در دست فرماندهان و رؤسای قبایل ترک نژاد آسیای مرکزی بود این فرماندهان در حالی که اسمن خود را تحت امر خلیفه در بغداد می‌خواندند اما در عمل اهمیت چندانی برای او قائل نبودند از فرماندهان غزنوی سلجوقی و خارزمشاهی در شرق امپراتوری اسلام در ایران و ماورا و نه گرفته تا قبایلی که در غرب آن و در شمال آفریقا به نامهای ایوبیها مملوکها حکم میراندند تا صفویان عثمانیها تیموریان ایلخانان مغول و غیره جملگی منشأ ایلیاتی و قبیلگی داشتند و اغلب تنها هنرشان جنگیدن بود تا مملکت داری بنابراین سخنی به اقراق نرفته است اگر بگوییم نتیجه بلند مدت حجوم صلیبیون به قدرت رسیدن و حاکمیت قبائل بر مهمترین و به تعبیر امروزی توسعه یافتهترین ترین و پیشرفته ترین بخش های تمدن اسلامی بود تحولی که یا حاکمیتی که با طبعاتی بسیار منفی و زیانبار برای اسلام تمام شد اگر جنگ های پیامدهای های چندان مثبتی برای مسلمانان به همراه نداشت در مورد اروپاییان وضعیت درست برعکس بود اگر برای مسلمانان تصویر غربیان آکنده از بربریت و توحش بود و با تخریب بنادرشان میخواستند جلوی آمدن مجدد آنان را بگیرند تصویری که از شرق و شرقیان برای غربی ها به وجود آمده بود درست در نقطه مقابل آن قرار داشت شرق برای آنان سرزمین شکوه افسانه هزار و یک شب ابریشم شال کشمیر پارچه های زربفت سمرغند و بخارا عصف های بادپا تسلیحات فولادی و پیشرفته شام انواع گیاهان دارویی ادویه های معطر لل یاقوت زمرد طلا و جواهر و در یک کلام شرق سرزمین ثروت بود سرزمینی بود مملو از انواع کالاهای طبیعی و تولیداتی که برای آنها بازار گرمی در اروپا وجود داشت. صدها هزار اروپایی که در طی این دو قرن مدتی را در شرق گذراندند بعد از بازگشت به اروپا مصرف کننده و مبلغ کالاهای شرقی شدند. البته پیش از شروع جنگ های صلیبی هم کالاهای شرقی به اروپا می آمد. اما خریداران و مصرف کنندگان آنها اعیان و اشراف اروپا بودند در پایان دو قرن جنگ های صلیبی بسیاری از مردم معمولی نیز طعم کالای شرقی را چشیده و مصرف کننده آنها شدند در حقیقت به همراه جهادگران صلیبی صدها تاجر ونیزی جنوایی سیسیلی فلاندرزی فرانکی انگلیسی و غیره نیز رهسپار شرق میشدند بسیاری از آنان حتی از جهادگران مسیحی هم زودتر بر عرشه کشتی سوار میشدند آنان نه خیلی دل در گروه آزادسازی و بازپسگیری بیت المقدس و سرزمین مقدس از مسلمانان داشتند و نه اصرار چندانی بر گسترش مسیحیت در میان کفار و ناباوران هدف آنان خریداری کالاهای ارزشمند شرقی و بردن آن به غرب بود در حقیقت برای شماری از صلیبیون هم این گونه بود یا دستکم این گونه شد اگر برای شماری از صلیبیون هدف اولیه از حجوم به شرق بازپسگیری سرزمین مقدس از مسلمانان و بازگرداندن آن به مؤمنان مسیحی می بود به زودی معلوم شد که این پیکار جدای از ابعاد جهادی و الهی آن در برگیرنده یک بود مادی قابل توجه نیز هست بنابراین دست کم برای شماری از نزدهای بعدی جهادگران مسیحی مرز میان ایثار و جهاد در راه کلیسا با پیکار به منظور کسب ثروت و تجارت مختوش شده بود. ارمغان سرنوشت ساز دیگری که تماس با شرق و تمدن اسلامی برای اروپا به همراه آورد آشنایی یافتن با علوم، فنون، و تمدن پیشرفته جامعه اسلامی آن روز بود لغات و اصطلاحاتی همچون صفر لگارید الجبرا شیمی کیمیا الکل الکل الگاریت الخارزمی استرلاب که امروزه در زبانهای اروپایی عینا با همان تلفظ عربیشان یا با اندکی تغییر به کار می نشان دهنده عمق تأثیر فرهنگ و تمدن اسلام در اروپا است. آنچه از فرهنگ ها و تمدن های یونانی، ایرانی، سریانی، شامی، بیزانسی، هندی و چینی وارد جهان اسلام شده و در اصل طلایی تمدن اسلام یعنی 800 تا 1000 میلادی قوام یافته و بعضن پیشرفت هم کرده بودند از طریق آشنایی اروپاییان با تمدن اسلامی در طی جنگ‌های صلیبی حالا به اروپا انتقال یافته بود اگر مسلمانان مجبور بودند علوم و دانش را از زبان‌های مختلف فرا گرفته و به زبان عربی ترجمه کنند اروپاییان دیگر لازم نبود فارسی، سانسکریت، یونانی، عبری، سریانی و زبانهای دیگر شرقی را بدانند تا به علوم مسلمانان دست یابند. این زحمت را مسلمانان سه قرن پیش از آمدن اروپاییان به سرزمین مقدس کشیده بودند. بنابراین صرف آگاهی از زبان عربی کفایت می کرد تا گنجینه قرنها علم و معرفت شرق بر روی اروپاییان گشوده شود مناقشه در مورد آنکه اسلام واقعا چقدر در پیدایش رنسانس نقش داشته است به کنار از این واقعیت نمیتوان به آسانی گذشت که زمینه اصلی پیدایش و جوان زدن رنسانس در اروپا نمیتوانست بدون این دو قرن آشنایی با فرهنگ و تمدن شرق شکل بگیرد اگر در خصوص تمامی آثار بلند مدت آشنایی اروپایی با مسلمانان در نتیجه جنگ های سلیبی شک داشته باشیم در خصوص یک پیامد آن کمتر میتوان تردید کرد. پیامدی که اگر آن را مهمترین و سرنوشت سازترین نتیجه بلند مدت جنگ های بدانیم یقیناً سخنی به اقراق نرفته. و آن پیامد عبارت بود از تثبیت تحکیم گسترش چیرگی بیچون و چرای اروپایی ها بر دریا اگر در گذشته تفاوت و یا درستتر گفته باشیم برتری اروپایی ها نسبت به شرقی ها در دریا یک مزیت جزئی به حساب می آمد بر اثر جنگ های صلیبی و تصمیم تاریخی مسلمانان در تخریب بنادر مشرف به دریای ملیترانه و سواحل شامات آن شکاف حالا به دره عمیق تبدیل شده بود برتری چشمگیر اروپایی ها بر دریا در قرنهای بعدی نه تنها زمینه را برای سلطه آنان بر دریا و از جمله شرق فراهم آورد که موجب تحولات سرنوشت مهمی در داخل خود اروپا نیز شد. بگذارید نگاهی نزدیکتر به نحوه پیش افتادن غربی ها در دریا بیاندازیم. در طی دو در طی دو قرنی که تهاجم صلیبیون برای بازپسگیری سرزمین مقدس در جریان بود، توان دریایی اروپاییان گسترش قابل توجهی پیدا کرد. درک چرایی این تحول چندان دشوار نیست نخست که مسیر اصلی حرکت اروپایان به شرق از طریق دریا بود حمل و نقل صلیبیون به همراه ساز و برگ و تدارکات نظامی آزوقه اسبها و چارپایان باربر و به تعبیر امروزه لوجستیک نیاز به کشتیهای بزرگتر و به لحاظ نظامی مجهزتر داشت به علاوه با تصرف بخشهایی از خاورمیانه و نهایتا بیت المقدس هزاران زائر مسیحی از اروپا عازم سرزمین مقدس برای زیارت می شدن و بالاخره تجار اروپایی موفق می شدن از و بالاخره تجار اروپایی موفق می از فرماندهان و پادشاهان فاتح مسیحی امتیازات مهمی برای انحصار تجارت میان شرق غرب بگیرند این امتیازات و گسترش تجارت سبب شد تا تجار اروپایی از رقبای مسلمان خود جلو بیفتند و به تدریج انحصار تجارت را در مدیترانه که قلب تجارت جهان آن روز شمرده میشد در دست آنان قرار گیرد طبیعی بود که تجار اروپایی برای حمل و نقل کالا سر وقت دریا, دریا نوردان اروپایی میرفتند و به تدریج بنادر جنوب اروپا در دریای مدیترانه بدل به مراکز تجاری عمده دنیا میشد. برعکس اروپایی ها گسترش توان نظامی مسلمانان مربوط به خشکی بود و همانطور که دیدیم نهایتاً بدین ترتیب بود که آنها توانستند بر نیروی نظامی اروپاییان چیره شوند و تمامی سرزمین مقدس یا خاورمیانه امروزی را از جنوب ترکیه تا شمال آفریقا از اروپاییان بازپس باز باز بگیرند اما برعکس اروپاییان که پیشرفت دریایی زمین ساز موفقیت های سرنوشت ساز بعدیشان شد پیشرفت نظامی مسلمانان در خشکی مصیبتی بلند مدت برایشان به همراه آورد پیشرفت نظامی مسلمانان در حقیقت پیشرفت و قدرت گرفتن قبایل ترک نژاد آسیای مرکزی بود آنان همانطور که گفتیم اگرچه خوب شمشیر میزدند سوارکارانی لایق چابک شجاع و از نظر توان جنگاوری کم نظیر بودند اما چیرگی نظامیشان بر جهان اسلام از نظر تمدنی فاجعه بار بود چه حکومت‌های آنان در ایران، خاورمیانه و مصر و چه امواج یورش‌های بعدی ترکان در قالب حمله تیمور لنگ جملگی برای تمدن اسلامی عقبگرد به همراه آورد و سرانجام آمدن مغول‌ها که تیر خلاص بر بالندگی و شکوه تمدنی اسلام در شرق به شمار می‌رفت تا آنجا که به بحث رقابت میان شرق و غرب در دریا مربوط می شود از آنجا که خاصگاه این قبایل دشتها و صحراهای آسیای مرکزی و به هر حال مناطق خشکی می بود آنان کمتر آشنایی و تجربه دریانوردی داشتند قبلا هم اشاره کردیم که همه هنر آنان جنگجویی و پیکار در خشکی بود آنان نه تنها قبل از رسیدن به قدرت توانی در دریا نداشتن بلکه بعد از رسیدن به قدرت هم چندان به دنبال نیروی دریایی و نظامیگری در آبها نمی رفتن. حاصل این امر سیطره روزافزون غربی بر دریا و متقابلا افول همزمان ما بود. تجلی این تحول تاریخی یعنی افول مسلمانان و متقابلا طلوع غربی ها در دریا را میتوان در نبرد تاریخی جبل و تارق در اواخر قرن سیزدهم ملاحظه کرد. در سال 1293 692 هجری نیروی دریایی اروپایی ها که عمدتاً شامل ایتالیایی ها و پرتغالی ها می شکست قطعی و سنگینی در جبل و بر نیروی دریایی مسلمانان که عمدتا متشکل از ایوبی ها می بود وارد ساخت. آن نبرد تاریخی بیانگر برهم خوردن قطعی توازن دریایی میان ما و اروپایی ها و در حقیقت سرآغاز شکلگیری اصلی جدید از توازن از توازن قوا میان شرق و غرب بود بعد از خاتمه جنگ های صلیبی در قرن چهاردهم روند پیش افتادن دریایی اروپاییان همچنان ادامه یافت و حتی ابعاد آن پرشتابتر هم شد علت این امر سیاست های نامناسب مملوک ها بود. گفتیم که مملوک ها برای جلوگیری از آمدن مجدد اروپاییان بنادر مشرف بر دریای مدیترانه را از میان بردند. آثار قطع ارتباط تجاری برای اروپاییان بسیار ناگوارتر بود تا مسلمانان. با از میان رفتن مسیر اصلی تجارت میان شرق و غرب، تجار اروپایی مجبور بودند از دو مسیر شمالی و جنوبی استفاده کنند مسیر شمالی در ادامه راه ابریشم از تبریز به آسیای صغیر امتداد میافت و از آنجا یا از طریق بندر ترابوزان در دریای سیاه به دریای مدیترانه ختم میشد و یا مستقیما با پیمودن آناتولی به دریای مدیترانه می رسید. مسیر فعلی زمینی ترکیه به دریا این مسیر جدای از آن که بسیار طولانی بود در زمستان هم عملا غیر قابل استفاده می شد. به علاوه کالایی که از طریق دریا از چین و هند به ایران می آمد باید از بنادر خلیج فارس یا سیستان بلوچستان به تبریز انتقال می یافت که مسیر که مسیر را بسیار طولانی تر می کرد. مسیر دوم یا مسیر جنوبی از طریق قاهره بود. کالاهای تجاری مشرق زمین با گذشتن از سواحل جنوبی شبه جزیره عربستان و دریای سرخ از طریق خلیج سوئز به مصر می آمد. و سپس از آنجا به قاهره و نهایتا بندر اسکندریه در شمال مصر و ساحل دریای مدیترانه می رسید. این مسیر دوم از راه آناتولی بندر ترابوزان بسیار کوتاهتر و در چهار فصل سال قابل استفاده بود اما از مرکز فرمانروایی مملوک ها می گذشت. و آنان که برای گسترش ماشین نظامیشان هزینه های زیادی صرف کرده بودند از مال و تجاره عبوری عوارض و مالیاتهای سنگین می گرفتن که به تب باعث افزایش قیمت کالا می شد. به تدریج اروپایی ها احساس کردند که برای نجات تجارتشان با شرق از چنگال مملوک ها و بازگشت به دوران پررونق رونق جنگ های سلیبی چاره ای ندارند جز که هر طور شده راه دیگری به سمت شرق پیدا کنند. البته برای این جستجو یک دلیل دیگر هم به وجود آمده بود که در بخش مربوط به رونسانس به آن خواهیم پرداخت. در اینجا صرفا اشاره می کنیم که بین ایتالیایی ها و پرتغالی ها رقابت هایی به وجود آمده بود قدرت های قرب مدیترانه عمدتا پرتغالی ها و اسپانیایی ها نمی توانستند به صورت مستقیم با شرق تجارت کنند و عملا انحصار تجارت با شرق در دست ایتالیایی ها بود زیرا به شرق زیرا به شرق دریای مدیترانه بسیار نزدیکتر بودند از قرن چهاردهم مجموعه این علل دریانوردان غرب اروپا را به تدریج برای یافتن راههای جدید دریایی به سمت شرق به تکاپو واداشت برای رسیدن به شرق مسیری برای رسیدن به شرق مسیری که هرچی میگذشت توجه دریانوردان اروپایی را بیشتر به خود جلب میکرد دور زدن قاره آفریقا بود از عواست قرن چهاردهم به تدریج فکر دور زدن این قاره و رسیدن به شرق همواره دریانوردان بیشتری را به رفتن از این مسیر تشویق می کرد تلاشای آنان پس از گذشت بیش از یک قرن سرانجام به نتیجه رسید و در نیمه اول قرن پانزدهم اروپایی ها موفق شدند با دور زدن آفریقا و گذشتن از دماغه امید نیک در منطقه علیه جنوب آفریقا فصلی جدید را در تاریخ روابط بین شرق و غرب بکشاید. عبور از دماغه امید نیک در عصر خودش کم ارزشتر از کشف قاره آمریکا نبود. در جنوب آفریقا در جنوب قاره آفریقا دو اقیانوس هند و اطلس به هم رسند و این امر سبب تلاطم در دماغه امید نیک و ایجاد امواج سهمگین در آن نقطه می شود در راه کشف و تثبیت این مسیر صدها کشتی اروپایی از میان رفت و دریانوردان بسیاری به هلاکت رسیدند اما سرانجام پرتغالی ها که در قرنهای چهاردهم و پانزدهم دارای بزرگترین نیروی دریایی زمان خود بودند توانستند غرب را از طریق مسیر جدید به شرق متصل کنند در نیمه دوم قرن پانزدهم آنان و سایر قدرت‌های اروپایی در ادامه تلاش‌های دریاییشان موفق شدند خلیج عدن در دریای عمان و سواحل اقیانوس هند را که تا قبل از آن در انحصار دریانوردان شرقی یعنی چینی، هندی، ایرانی و به ویژه عرب بود عملا فت کنند. در پایان این قرن و با آغاز قرن شانزدهم پرتغالیها به خلیج فارس رسیدند و در سال 1500 تنگه هرمز و سواحل مهم ایران در خلیج فارس از جمله بندرعباس و جزیره هرمز را اشغال کردند اشغالی که بیش از یک قرن به طول انجامید و سرانجام نیز یک قدرت اروپایی دیگر یعنی انگلستان توانست در سال 1620 به تقاضای دربار ایران پرتغالی ها را از خلیج فارس دور سازد و البته خود جانشین آنان شود. در نتیجه سایر تحولاتی که طی قرنهای بعدی در شرق اتفاق افتاد روند تثبیت و افزایش قدرت اروپاییان در دریا تکمیل شد در حدود هفتاد سال پیش از پایان جنگهای صلیبی تمدن اسلامی با مصیبتی به نام حمله مغول روبرو شد رویدادی به مراتب هولناکتر از آمدن صلیبیون در هزار و دویست و بیست مغول به ماورا و نهر و خراسان رسیدند. تخریب تمدنی ناشی از یورش مغول در اینجا موضوع کار ما نیست آنچه به بحث ما مربوط می شود آثار حمله مغول بر تثبیت روندی است که از پیش با ظهور جنگ های شکل شکلی گرفته بود امپراتوری مغول علا رقم آن یک قریب به یک قرن بر پهنه گسترده بر پهنه گسترده از چین و هند تا ایران و خاورمیانه سیطره یافته بود همانند سایر نیروهای سهرانشین قدرتش صرفا در خشکی بود مغلها حتی به اندازه یک نیروی کوچک اروپایی هم در دریا پیشرفت نداشتند ضمن آنکه اصراری هم بر پیشروی در دریا نداشتند که به علاوه ظهور آنان تجارت و اقتصاد را برای مدتی طولانی در شرق مختل کرد. ایران تازه توانسته بود تا حدودی از زخمهای عمیق مغولها التیام یابد که گروه دیگری از قبایل آسیای مرکزی به آن حمله ور شدند. ها و تاتارها به رهبری امیر تیمور لنگ در سال 1380 میلادی به ایران حمله کردند. طی 20 سال با سرعتی حیرت انگیز بخشهایی از هندوستان، تمامی ماورا نهر، خراسان، نواحی شمالی و مرکزی ایران، آذربایجان، ماورای قفقاز، آناتولی، بغداد، حلب و دمشق را در حمله تیمور کمتر از یورش مغولان کشت و کشتار و ویرانی به بار نیاورد. در نتیجه در, در زمینه اخلال در امر تجارت نیز حاصل آن کمتر از حمله مغل در ملاحر اولیه آن نبود و بالاخره تیمور لنگ هم علا رقم قدرت شگفتانگیز نظامیش در خشکی هیچ حضوری در دریا نداشت سرانجام میرسیم به ظهور امپراتوری عثمانی و تأثیر این تحول بر افزایش قدرت اروپاییان در دریا برخلاف امپراتوری های قبائل ترک نژاد آسیای مرکزی در شرق اسلام یعنی قزنویان، سلجوقیان، خارزمشاهیان، مغولها و تیموریان که بسیار سریع به حکومت می رسیدن و سریعتر از آن قدرت را از کف می ظهور ترکان عثمانی تدریجی بود از به قدرت رسیدن عثمان اولین رهبر ترکان عثمانی در 1281 میلادی الا 1324 تا فتح قسطندنیه توسط سلطان محمد فاتح در سال 1453 میلادی بیش از یک قرن به قدرت رسیدن عثمانی ها به درازا کشید. با تسلط ترکان بر قلب و مرکز امپراتوری بیزانس اروپاییان که تا قبل از آن با مملوک ها برای تجارت با شرق مشکل داشتند موزل جدیدی را حالا پیش روی خود میدیدند ترکان و عثمانی در نیمه اول قرن شانزدهم تمامی امپراتوری بیزانس را به اشغال خود درآوردند و عملا دیگر روم شرقی وجود نداشت به علاوه آنان مملوک ها را هم از پای درآورده و پس از سیطره بر تمامی خاورمیانه و شمال آفریقا در 1529 میلادی به قلب اروپا رسیدند و وین را به محاصره درآوردند فتوحات خیره کننده عثمانی ها نیز مرهون روحیه نظامی سلحشوری و توان جنگی قبایل ترک آناتولی بود پیشروی آنان با کشورگشایی های قبایل دیگر یعنی غزنویان سلجوقیان مملوکها و حتی بنی امیه تفاوت چندانی نداشت همچنین کارنامه ترکان عثمانی در باب تمدن سازی از نوع آنچه بنی عباس در ابتدای به قدرت رسیدنشان موفق به انجام آن شدند و در مرتبه بعدی تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی متناسب با قدرت نظامی و وسعت قلمرویی که ایجاد کرده بودند همانقدر ناموفق از آب درآمد که کارنامه سلجوقیان ایوبیها و یا مملوکها با این تفاوت که ها توانستند مسئله جانشینی و رقابتهای درونی بر سر قدرت را به شکل مؤثری حل و فصل کنند و در مجموع رهبری شایستهتر معقولتر و منسجمتری ارائه دهند بنابراین اقتدار آنان تا اواخر قرن هیجدهم ادامه یافت بدون آنکه هیچ یک از پیشرفتهایی که در اروپا و در همسایگی آنان به وقوع پیوست تحولی توانسته باشد در جامعه آنان به وجود آورد اما در ارتباط با بحث اصلیمان یعنی پیشرفت در دریا عملکرد ها تفاوتی با دیگر قدرت های شرقی نداشت آنان اگرچه تا اواخر قرن هفتم خواب راحت را بر قدرت های اروپایی حرام کردن و در سال 1683 میلادی مجددن وین را به محاصره درآوردند ولی باز قدرت اصلیشان در خشکی بود با وجود فتح بخش های وسیع از اروپای شرقی خاورمیانه از جمله عربستان و خلیج فارس و تمامی شمال آفریقا آنان در دریا فقط توانسته بودند به زحمت جزیره قبرس و کرت یعنی جنوب یونان را تصرف کنند و سرانجام میرسیم به آخرین قدرت بزرگ نظامی شرق یعنی صفویه همه آنچه در خصوص ناتوانی تمدن سازی و عدم پیشرفت در دریا پیرامون قدرت های دیگر شرقی گفتیم در خصوص صفویه هم کم و بیش صدق می کند. صفویان به رغم چندین بار پیروزی بر امپراتوری عثمانی در خشکی وقتی نوبت به دریا می رسید حتی نمیتوانستند جزیره هرمز را که در چند فرسنگی بندرعباس از بندر عباس قرار داشت از پرتغالی ها که از هزاران کیلومتر آن طرف در آمده بودند بازپس بگیرند تاریخ، سرنوشت، قسمت یا هر نام دیگری که بر روی آن بگذاریم اگر موقعیت، قدرت و پیروزی در دریا را یکی از ملزومات غرب شدن غربی ها بدانیم مقدمات آن پیروزی از چند قرن قبل رقم خورده بود.